هی چطورین؟ امروز دارم طراحی میکنم، یه طراحی خیلی زشت. میخوام همزمان با طراحیم از سیزده بدر امسال بهتون بگم. آره، سیزده بدر امسال ارومیه بودم پیش آیدین و خانوادهش. شب سیزده بدر خیلی کم خوابیدم، حدود 2 یا 3 ساعت خوابیدم، چون که ساعت 8 غروب سیزده بدر بلیط داشتم که برگردم، بعد وسایل رو جمع می‌کردم و اینا. ارومیه رو اصلا از لحاظ سرسردیش من نمیتونم با شهر خودم مقایسه کنم و کلا با مازندران مقایسهش کنم، به خاطر اینکه من عادت دارم از بچگی دور و برم کلا جنگله و هر موقع که بخوام میتونم برم تو کلی سبزی و ارومیه اینجوری نبود. یه چیزی رو تجربه کردم که اولین بارم بود توی زندگیم تجربهش میکنم، بادک سواری بود. بادبادک سواری بهش میگن، نمیدونم، روندن بادبادک. خیلی کار جالبی بود، من واقعا خوشم اومد از این کار. هم واقعا سخت بود یه جاهاییش، خیلی باید کنترلش میکردی. همین که اولین بارم بود و با آیدین انجامش دادم، خیلی جالب بود برام. اون روز نهاری که داشتیم خیلی جالب بود. حالا خود خانواده آیدین اینجوری میکردن، هر خانواده به یه اندازه‌ای مرغ میآورد همراه خودش و هر خانواده جدا واسه خودش آتیش درست میکرد، جدا مرغشو مزه‌دار میکرد و هر خانواده جدا مرغو میپخت، کباب میکرد و یه سفره بزرگ پهن میکردن و همه میمدن با هم دیگه مرغا رو میخوردن. توی چند روزی که توی ارومیه بودن، مامان آیدین بی‌نظیر زحمت کشید، در حدی که اصلا نمیتونم واقعا توصیفش کنم، نمیدونم چطوری ازش تشکر بکنم. فوق‌العاده زحمت کشید، شبای وقتی تا صبح بیدار بود، داشت غذا درست میکرد، خونه رو مرتب میکرد. اصلا نمیدونم، من واقعا نمیدونم چجوری ازش تشکر کنم. و غذاهایی که مامان آیدین درست میکرد خیلی خوشمزه بود، من اصلا حس نمیکردم که از خانواده خودم دورم. طعم غذاش عین طعم غذای مامان خودم بود و واقعا بهم خوش گذشت. اون چند روزی که من تو ارومیه بودم اصلا وقت نشد که بریم دریاچه ارومیه، یکی از مهمترین جاهایی که باید میرفتیم، ولی توی 13 بدر رفتیم. اصلا یه چیز بی‌نظیری بود، یه تجربه فوق‌العاده‌ای بود. من بیشتر براتون توضیح نمیدم، حس میکنم حرف زدن اضافه میشه، خودتون ببینید. مقایسه کنم با مازندران و ساری، خیلی اینجا قشنگه. یه درخت اولین بارم. مهرداد اولین بارش داره بادبادک سواری میکنه، بادبادک پرونی. خب بیشترش کن، بازش کن. بادبادکش داره سقوط میکنه، سقوط کرد. بالاخره موفق شد به خوبی بادبادک رو چیز کنه. بالاخره موفق شدی بادبادک رو چیز کنی. attraction. Good to know your short-term friends. You only talk to till summer ends. مهداد بار اولش اومده، همه جا سفیده. Let's walk out, you and me. Wander over Westcount Sea. Take my hand, shop and see. Only get paid, I won't leave. We can carpool, I can drive. Listening to Jackson 5. We can make it, we'll survive. Let's walk out, you and me. کف زمین خیلی کریستالی و سفید و اینجوری این الماس. تو از نزدیک بگی، فقط سفید الان. یا خودت بگی. مهداد میخواد بره دریا آب، گفتم جوراباشو در نیاره. نکن. اصلا عجیب غریب حس خوبیه. مهم نیست. اصلا یه حس بی‌نظیریه. بکنیم توی آب پر از نمک داریم جا میگیم. خیلی خوب. تو دریای مازندران و میگم مازندران، خزر و جنوب و اینا نمیتونیم پیدا کنیم. اینجا رو فقط گوش کنیم. البته اگه آقای دین بذاره. این دمپایی میپوشن. اصولش این بود که ما دمپایی بپوشیم با جوراب. الان فقط جوراب داریم، به خاطر همین خیلی اذیت کننده است. این کریستال های نمک واقعا اذیت میکنن. یعنی رسما اگه جوراب و دمپایی نداشته باشیم زخم میشه پاتون شدید. آقا داره برمیگرده، میگه دستام میسوزه. یعنی واقعا بدون دمپایی جوراب اصلا نباید بیاین. این خیلی خوشگله. مسیر بازگشت هستیم. بیا. مهداد یک کریستال بزرگ نمک برداشته، خیلی خوشگله. این ورش نه ولی این ورش آره. این حالت اصلی نمکو داره، یعنی مربع داره. خیلی خوشگلن اون مربع بودنش. خب نظرت چیه؟ همینجا بگو. بی‌نظیر. اصلا یه چیز باور نکردنی و رویایی. ای کاش از بچگی اینجا بزرگ می‌شدم، انقدر که قشنگه. فرقش با بقیه دریاها چی؟ حس راه رفتن توش با دریای خزر فرق میکنه، چون که زیرش اینجوری حالت مرجان تور داره، یعنی این دنیا رو زیر پاتون حس میکنی. البته گفتم که باید دمپایی بپوشیم. با دمپایی بیاریم دیگه، الان پای ما خودش کلی درد گرفته. آره. ولی حس راه رفتن توش تقریبا شبیه دریای بندر عباس و کیش و قشمه، چون که اون نمک‌ها یه حالت شبیه مرجان زیر پاشه. مرداد اینجا کلا نمک خورد. سفر ارومیه من اینجا تموم میشه و همونطور که توی همه ویدیوهای قبلی گفتم یکی از بهترین سفرهای زندگیم بود و به همه‌تون پیشنهاد میکنم سفر تنهایی رو حتما امتحانش بکنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. واقعا خوشحالم میکنین و بهم کمک بزرگی میکنین. الان چنل 114 تا سابسکرایب داره که خیلی خوشحالم که هر روز داریم بزرگتر میشیم. هر روز این کامیونیتیمون داره بزرگتر میشه و مرسی که حمایتم میکنین.